با سلام خدمت دوستان، امروز 63 برنامه گفتار عمومی رو داریم. در 30 تیر 1400 و ادامه بحث خود و دیگری رو که از چند جلسه پیش شروع کردیم و همطور که گفتم ما این جلسات رو در مورد این مفهوم عمومی در 4 جلسه در 10 جلسه ادامه میدیم که این دومین جلسه از اون جلسات 10 گانه هست. هفته گذشته ما مقدمه بحث رو گفتیم و گفتیم که موجود زنده به طور کلی و انسان به طور خاص بر اساس مفاهیمی مثل هویت یا خود بودن، دیگری و یا متفاوت بودن و مبادله، یعنی رابطه که بین خود و دیگری ایجاد میشه، زنده هستش و میتونه به این زندگی ادامه بده و اگر ضربه‌ای به این فرایندهایی که در این زمینه وجود داره وارد بشه، طبعا ما اون رو در مسائل فرهنگی و اجتماعی میبینیم. اما بحثی که داشتیم این بود که اگر ما بخوایم واقعا یک نگاه عمیق به مسئله داشته باشیم، نسبتا عمیق، حالا چون این برنامه های عمومی هستش و قصد اونها یک کار علمی به معنی واقعی کلمه نیست، صرفا مباحث ترویجی هست که ما در اینجا داریم. گفتیم که اگه بخوایم واقعا اینها رو باز کنیم، باید بریم تمام اشکال یا بخش بزرگی از اشکالی که ما خود و دیگری رو مطرح میکنیم رو بررسی کنیم. و در اولین بحثی که من در اینجا میخوام در مورد خود و دیگری بکنم، در توضیح برنامه نوشتم جزء و کل، جزء و کل و جزء و کل و اینکه چطور رابطه جزء و کل فهمیده میشه در معنای هستی شناختی اون، یعنی در زندگی که ما میشناسیم، و در معنای انسانی اون در زبان انسانی و غیر. و در اینجا بنابراین ما با همین بحث شروع میکنیم و سعی میکنیم از بزرگترین و کلانترین اشکالی که ممکن ما با اونها روبرو بشیم صحبت بکنیم، یا از دورترین به اصطلاح پدیده هایی که میتونه نسبت به خود وجود داشته باشه ولی وجود دارن و تأثیر هم دارن روی زندگی ما. خب این رو ما میتونیم قبل از هر چیز در این بخش اول که از 4 بخش برنامه به رابطه‌ای که بین ما به طور کلی، یا میتونید حالا به جای ما من بگذارید، به طور کلی با اون چیزی که کیهان نامیده میشه یا کاسموس کیهان نامیده میشه ببینیم. ما یا من یک موجودم که یک موجود انسانی هم، یک گونه هستم که روی کره زمین هست در یک فرهنگ خاصی. رابطه من با جهان هستی چیه؟ چه چیزهایی من الان در این موقعیت که الان هستم میتونم با این دانشی که دارم بهش اشاره کنم؟ با این دانشی که الان دارم اینه که ما در حدود 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش ظاهرا این اتفاقی میفته، انفجاری اتفاق میفته که به اون گفته میشه بیگ بنگ، و این رو شروع به اصطلاح کیهان میدونن که بست پیدا میکنه و ابعاد حیرت انگیزی پیدا میکنه.
به صورتی که امروز ابعادی که مطرح میشه برای کیهان 45 میلیارد سال نوری هست. در اینجا لازمه که ما بگیم سال نوری یعنی چی و رابطهش با اون چیزی که ما بهش میگیم سال و ساعت و غیره چی هستش. ابعاد اونقدر بزرگه که ما بهتری که خیلی کوتاه بگیم. منظور میزان کیلومتری هستش، میزان فاصله هستش که ذرات نور هم میتونن حرکت بکنن با سرعتی که دارن، و این در حدود برای یک ساعت حدود یک میلیارد کیلومتر. یک میلیارد کیلومتر. حالا شما تصور بکنید که 20 ساعت یعنی میشه 20 میلیارد، یعنی یک روز تقریبا میشه 24 میلیارد کیلومتر، و بعد 10 روز میشه 240 میلیارد کیلومتر، و همجور برید تا آخر. و به این ترتیب وقتی کیهان رو ابعادش رو بررسی میکنیم میرسیم به رقمی که در حال حاضر مطرح میشه در ابعاد به اصطلاح کیهان، چلو پنج میلیارد سال نوری هستش. خب وقتی که ما که 45 میلیارد سال نوری معادل با 450 هزار میلیارد میلیارد کیلومتر. خب ببینید این از لحاظ فاصله ها که یعنی اصلا ببینید ما با چه فاصله ای داریم صحبت میکنیم، چقدر این من و دیگری در اینجا فاصله داره، چقدر ما با مرزهای کیهان فاصله داریم. در این کیهان پر هست از ستارگان، سیاره ها، احتمالا موجوداتی که ما نمیشناسیمشون و هرگز نخواهیم شناخت، و خب در همین کیهان است که کره زمین بنابر آخرین به اصطلاح مطالعاتی که انجام شده در حدود 4.5 میلیارد سال پیش به وجود میاد، و در حدود 4 میلیارد سال پیش پدیده حیات به وجود میاد، و باز میلیاردها سال میگذره تا نخستین موجوداتی که ما میتونیم بهشون بگیم توی گونه انسانی قرار میگیرن، یعنی هومو ارکتوس ها، هومو هابیلیس ها، یعنی انسان هایی که ما بهشون میگیم ابزار مند یا ابزار ساز و غیره، اینها ظاهر میشن. هومو هابیلیس ها در حدود 4 میلیون سال پیش، و باز میلیون ها سال میگذره تا در حدود 10,000 سال پیش انقلاب کشاورزی میشه، 8,000 سال پیش تمدن ها به وجود میان، و در حدود 250 سال پیش تمدن جدید صنعتی که ما امروز در اون هستیم. در اشل گونه هایی که وجود داره واقعیت این 4 میلیارد سالی که روی زمین لاقل گذشته در حیات موجوداتی که روی زمین هستن که شامل میلیاردها میلیارد گونه میشن، گونه های گیاهی، جانوری و غیره، چیزی که مشاهده شده اینه که 99% از این گونه ها از بین رفتن، حالا بعد از چند میلیون سال از بین رفتن و جایگزین شدن با یک گونه دیگه‌ای و تحول کاملا پیدا کرد. در چنین شرایطی ما در یک موقعیتی هستیم که به نوعی در واقع نسبت به اون چیزی که وجود داره یعنی عالم هستی در یک موقعیت بی‌معنایی سعی میکنیم، یعنی در یک موقعیت جزئی بودنی که نسبت به کلی که وجود داره واقعا اصلا بی‌معناست. وقتی شما حساب میکنید که مثلا گفته میشه به اندازه تمام شنهای جهان ذرات شن جهان سیاره وجود داره و
غیر و غیره، نه از لحاظ زمانی نه از لحاظ مکانی اون دیگری برای ما قابل شناخت نیست. ما صرفا میتونیم او رو در ذهنمون تصوری یا حتی بتونیم بگیم توهمی ایجاد بکنیم، ولی نمیتونیم بشناسیمش. ما مطمئنا با آخرین تکنولوژی هاییم که در چشم انداز شاید ساعت 20 سال آینده پیدا بکنیم، فرض بکنیم ما بتونیم با سرعت نور حرکت کنیم، باز هم تا بخوایم به مثلا میزان زیادی در این به اصطلاح کیهان پیش بریم، گفتم به شما که اندازه ابعاد کیهان رو میگن 45 میلیارد سال نوریه. میبینید که اصلا ارقامی که ما میتونیم بگیم که اصلا امکان نداره ما به خیلی پیش بریم. ما بعد از این همه سال، ده ها سال، بیش از 50-60 سال صنایع فضایی و تکنولوژی فضایی تونستیم به مثلا نزدیکترین کرات منظومه شمسی دستگاه بفرستیم، مثلا عکس برداری کنم غیر. بنابراین از اینجا میخوام به چه نتیجه برسم؟ از اینجا میخوام این نتیجه برسم که دیگری همیشه میتونه به نسبت خود در موقعیتی قرار بگیره که خود رو بی‌معنا کنه. به نوعی خود همیشه باید این آمادگی رو در خودش داشته باشه که این بی‌معنایی، یا بهتر بگم این جزئی بودن رو، این ذره‌ای بودن رو، این اتمیک بودن رو بتونه بپذیره. چون اگر نتونه این رو بپذیره، مثلا من به راه اشتباه میره، میره به طرف توهمات، میره به طرف خرافات، میره به طرف ساختن چیزهای موهوم در ذهن خودش که من میگم که بدترینش اون چیزی که ما دیدیم ضربه زده اگوسنتریسم یا خودمحوری و آنتروپوسنتریسم یعنی انسان محوری بود که تأثیر زیادی گذاشته روی رابطه خود و دیگری. و بنابراین در اینجا وقتی ما داریم از رابطه خودی که یک موجود انسانی هست، یا حتی شما میتونید خود رو بگید کره زمین، داریم صحبت میکنیم در رابطه کیهان، میبینید که نه از لحاظ به اصطلاح بعد فاصله، نه از لحاظ بعد زمانی، ما یک واقعا بیشتر از یک ذره نیستیم. و درک این از این لحاظ اهمیت داره که این موقعیت در شرایط دیگه هم ایجاد میشه. ما همیشه با کیهان مقایسه نمی کنیم خودمون رو. در بسیاری از موارد ما میبینیم که این تفاوت خود و دیگری بسیار زیاده، به نظر میرسه که اصلا غیر قابل دستیابی دیگری، و به همین دلیل هم ما دچار این توهم میشیم که خب پس اگر دیگری غیر قابل دسترس هست، پس مبادله با دیگری هم غیر قابل دسترس هست. به عبارت دیگه چون ما نمیتونیم با این کیهان، با این ابعاد، با این زمانها، با این فواصل وارد ارتباط بشیم، بنابراین اصلا ارتباطی معنی نداره، یعنی مبادله ای نمیتونه اتفاق بیفته. و بعد از اونجا شروع در حقیقت با عدم پذیرش این واقعیت ها، شروع یک نوع خودشیفتگی است که ما رو مسلما میبره به طرف انحراف های بزرگی که به ما ضربه میزنه و ما در بخش دوم به اون اشاره میکنیم.